دوستان عزیز سلام و عرض ادب امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این ویدیو قراره با هم دیگه چند تا نکته بسیار مهم و ضروری در مورد پروژه بلوم رو بررسی بکنیم ببینید بچه نکاتی که میخوام بهتون بگم میتونه باعث سود بیشتر و کسب درآمد بیشتر ما از پروژه بلوم بشه ولی هیچ ضرری نداره یه جورایی بخوام بهتون بگم باعث این میشه که ما جلوی ضرر و پشیمونی در آینده توی پروژه بلوم بگیریم لطفا با دقت گوش بدید و اگه موافق بودید و به دردتون این ویدیو لطفا لایکاتونو بزنید جدید هستیدم سابسکرایب و فراموش نکنید آقا خیلی چاکریم خب این ویدیو همونطور که از تامنل و تایتل مشاهده کردید در مورد بیلیتا و دراب گیم قرار راجبش صحبت بکنیم توی دراب گیم بولوم بچه ها میدونید که یک چند روزی میشه این تم کدوها اومده که شما میتونید آقا کدوها رو ماین بکنید و نسبت به قبلا که خود بلوم میومد پایین یه ذره شما میتونید آقا بیشتر ماین بکنید و به بی دست بیارید چند روز پیش هم خب دیده بودید که یک سه تا ما دراپ توکن داگز رو هم داشتیم و اینجا توکن داگز هم میومد پایین شما میتونستید توکن داگز رو هم ماین بکنید که تو سه تا دراپ بود و خب بهتون توضیحات کامل رو من داده بودم توی دراپ اول برای 1.5 میلیون نفر فعال شده بود دراپ دوم طبق گفته خودشون 100 هزار توی دراپ سوم برای همه فعال شده بود و این بچا ویژگی کدوه که اومد یعنی این تمه کدو تم هالووین که اومده خیلی ها رو من دیدم دارن تشویق میکنن که آقا این کدوها رو از دست ندید ویلیتاتون رو مثلا مصرف بکنید بلوم خیلی خوبی گیرتون میاد و خب این قضیه بچه تا حدودی درستم هست ولی لطفا با دقت گوش بدید صحبت ها رو ببینید بچه توی یک مصاحبه که ما با هم دیگه بررسی کردیم از ولادیمیر اسمرکیس که اومده بودن چند تا سال حیاتی در مورد پروژه و آینده بلوم ازشون پرسیده بودن یه سری جوابا رو داد قبلا اون مصاحبه شما با هم دیگه بررسی کرده بودیم که توی اون مصاحبهش یه چند تا نکته بسیار مهم در مورد همین دراپ گیم هم گفته بود گفته بودش که آقا ما یک سری نتایج به دست آوردیم از این دراپ گیم داگز که اولین دراپ گیم بود یک سری اشتباهات مثلا مرتکب شدیم دفعه اول اومدیم به یک سری از قشر خاص کاربران دادیم دفعه دوم به کاربران کمتر دفعه سوم فهمیدیم که بهترینش اینه به تمام کاربرا بدیم درسته یک سری محدودیت ها وجود داشت مثلا شما بیشتر از یه مقدار نمیتونستی داگز ماین بکنی اوکی ولی بازم ارزشش رو بچه داره شما توکنی که ارزی که لیست شده رو میای جمع وری میکنی زمانی که خود بلومم هم بخواد لیست بشه تا اون موقع شما کلی میتونی ارز از همین ها بیاری و به دست که آوردی در کنار خود بلوم زمانی که لیست بشه و تو رو میخوای بفروشی میتونی از ارزای مختلفم هم توی این قسمت ولت داشته باشی و بالاخره یه چیزی بیشتر آیدتون بشه خود بولوم هم گفته که قرار دراپا رو ادامه بده و ادامه این ماجرا رو بچه میریم سراغ اون مصاحبه و چند تا نکتش رو من اونجا بهتون نشون میدم که بیشتر متوجه منظورم بشید و خودتون دیگه تصمیم رو بگیرید باز میگم تصمیم مصرف کردن این بلیت ها یا نکردنش با خودتونه ولی اگه با صحبت و موافق بودید چیزی که میگم و عمل بکنید خیلی بیشتر به نفعتونه روزانه میدونید با آنلاین شدن شما میتونید هفت تا بلیت به دست بیارید و نظر من بچه اینه که از اون هفت تا بلیت نهایت دو تا بلیتش رو شما بیاید آقا خرج این بلوم ها بکنید توی دراپ گیم و اون پنج تا دیگر رو نگه دارید چرا چون الان میریم داخل مصاحبه چون من بهتون نشون میدم خب توی مصاحبه ولادیمیر اسمر کیس که قبلا بررسی کرده بودیم یه چند تا پرسش حیاتی ازش کرده بودن و بهشون جواب داده بود این پایین ببینید نتیجه گیریشون در مورد توکنای داگزم بود که گفته بود ما توی سه مرحله اومدیم دادیم و یه جوری واسمون تجربه هم شد احتمالا گفته بود یک اشتباه از سوی ما بود و ما دراپ سوم را همونطور که شما خواستید اجرا کردیم چون داده کاربرا در اومده بود چرا برای فعال نشده خیلی از شما عزانم. میپرسیدید و اومد برای همه فعال کرد ببینید این بالاتر که ما بریم اصل ویدیومون دقیقا اینجاست اینجا گفته که ما چندین ایردراپ مجزا اعم از توکن داگز و ایکس را اجرا کردیم و در آینده نیز ایردراپ مجزایی از پروژه های مانند مینفای صورت خواهیم داد حالا این ایکس من یادم نمیاد بچه توی دراپ گیم اومده باشه فکر میکنم ایکسش قراره توی دراپ گیم بیاد و این پایینتر بازم در مورد مینفای صحبت کرده ببینید نوشته که دوباره تاکید میکنم دراپ های بزرگتری در راه است همچنین ما دراپ میم را نیز در راه داریم میم فای دیگه همتون در جریانش هستید به زودی توی چند روز آینده قرار لیستش انجام بشه و احتمال خیلی خیلی زیاد یکی دو روز بعد لیست میم این کلا بولومن من بیاد همکاریش رو انجام بده و توی دراپ گیمش بیاره که شما بتونید تو میم فای هم بی دست بیارید بفروشیدش خلاصه که بچو به نظر من نگه دارید روزانه دو تا بیشتر را خرج نکنید پنج رو نگه دارید چون فقط قرار نیست میم بیاد به قول خودش گفته بود این تازه اول راه بلوم لبز است که به شما فرصت شناخت پروژه های جدیدتر را میدهد و گفته که پروژه های بعدی معیارهای مختلف جوامع گوناگون و حجم متفاوتی خواهند داشت یعنی خلاصه قراره بچ آپدیت های بیشتر بیاد تو کنا ارزای یا ما به دست بیاریم در کنار بلوم و پیشنهاد من بهتون این روزانه 5 رو نگه دارید دو تاشو خرج خود این بلوم بکنید اگه ویدیو رو پسند دیدید بچا لایک رو بزنید جدی هستی سابیاتون نره و تو کامنت ها هم موافق بودن یا مخالف بودنتون رو بنویسید تمام کامنت ها و نظراتتون رو میخونم آقا خیلی چاکری